برای معرفی اجاسمنت بعدی میرم سراغ رندر بعدی که میتونیم قبلش محیط مکس رو داشته باشیم و بعد رندر کار. من رندر رو باز میکنم. خب رسیدیم به اجاسمنت کالر بالانس، میزنم و اعمال میشه. خیلی ساده، رنگ سایان و رد متضاد هم دیگه هستن، به این معنی که اگر من رد رو زیاد بکنم میزان سایان توی تصویر من کم میشه و بالعکس. مجنتا یا صورتی متمایل به بنفش هم با سبز در تضاد، یلو با آبی. قبلا اینا رو من توضیح دادم توی لول. اگر من هاید بکنم کالر بالانس رو و لول برم مجدد، ما داشتیم که توی رد اگر میزان من رد رو زیاد بکنم و یا کم بکنم، رنگ متضاد اون که اینجا میتونیم ببینیم سایون کم و زیاد میشه. ریست میکنم. مثلا اگر بلو رو من زیاد بکنم، قطعا با کم کردنش به یلو میرسم. چرا؟ چون میتونم اینجا ببینم یلو در تضاد با بلو است. این یک قانونه، همیشه هست توی تمامی تصاویر. خب ما همونا رو داریم، حتی توی کرف هم همینطور بود. اگه من کرف بزنم و این وایت بالانس رو هاید بکنم، داخل کرف من داشتم سه تا چنل رد، گرین، بلو. اگر گرین رو مثلا من زیاد بکنم و یا کم بکنم به مجنتا یا گرین میرسم. دقیقا گرین یا مجنتا، دقت بکنید. خب من ریست بکنم یه بار دیگه ببینید، البته بعد فعالش بکنم. این روی RGB داره اعمال میشه، روی رد، گرین، بلو. من میخوام صرفا توی گرین ها طیف سبز رنگ کار زیاد و یا کم بشه، قطعا کم بشه به مجنتا میرسم. خب پس همون چیزهایی که ما توی لول و کرو داشتیم توی کالر بالانس هم داریم، با این تفاوت که ما داخل کالر بالانس این قابلیت رو داریم که توی مید تونز ها، شادو ها و هایلایت ها این تغییرات رو اعمال کنیم. شادو ها منظور تیرگی های صحنه است. به عنوان مثال این محدوده از صحنه تا حدودی تیره است نسبت به این بخش. اینجاها هایلایت ها هستن، اینجاها شادو ها هستن. مید تونز از هایلایت تا شادو رو میگن مید تونز، یعنی شامل تمامی موارد بشه. دقت بکنید میزان رد و سایان کم بشن یا زیاد بشن توی مید تونز. اما من میتونم بگم فقط توی شادو ها، یعنی این محدوده که تا حدودی جز شادو ها حساب میشه، چون اونقدر هم تاریک نیست، ولی به هر حال یه جورایی نسبت به اینجا جزء شادو ها حساب میشه. دقت بکنید من توی شادو ها الان دارم اون تغییرات رو اعمال میکنم. توی این یکی این قابلیت وجود نداشت. من این هاید بکنم، چه توی لول برم، ببینید ما یه مشت حالا پریست آماده داریم و ابزارهای دیگه این قابلیت وجود نداره که شادو هایلایت رو از هم جدا بکنه یا حتی کرو. اوکی okay. این قابلیت رو نداشت. ما توی چنل های خود اون رنگ ها می رفتیم و میزان رنگ یا در واقع نور رد رو تو صحنه کم یا زیاد می کنیم. اما اینجا ما این قابلیت رو داریم توی کالر بالانس که بگیم مناطق تیره و مناطق روشن اون تغییرات روش اعمال بشه. به عنوان مثال توی هایلایت ها، یعنی قطعا اینجا علمی ها تأثیر می زاره. من می تونم میزان یلو و بلو رو کم بکنم. اوکی من ریست میکنم، برمیگردم شادوها، یعنی این محدوده گرین یا مجنتا، میبینید. خب توی این ویدیو ما صرفا داریم معرفی میکنیم پارامترهای این موضوعات رو. قطعا توی ویدیوهای تکمیلی تر که توی مراحل بالاتر خصوصا توی پست پروداکشن آموزش میدیم، دقیقا به صورت کاربردی میبینیم حالا چجوری اینها رو تنظیم میکنیم. به عنوان مثال اگر صحنه قبل از ظهر رو میخواید تداعی بکنید، یه همچین حالت خنکی رو برای صحنه‌تون بذارید، اوکیه. ببینید هاید و آن هاید میکنم این اجاستمنتو، و این برای قبل از ظهر بود و برای بعد از ظهر این محدوده. حالا هر پروژه‌ای شدت
این پارامترها تغییر میکنه و به صورت چشمی و دستی باید اون چیزی که مد نظرتون هست رو به وجود بیارید. اینم میشه گفت برای بعد از اون که معمولا توی صحنه خارجی نتایج خیلی خوبی رو میگیریم، توی صحنه داخلی هم مشروط بر یک روابط ما میتونیم نتایج خیلی خوبی رو بگیریم که اونها رو الان من باز نمیکنم. این پریزرو لومینوسیتی یعنی نورها رو حفظ بکن، بذار تیکش باشه، کمک میکنه که تخریب توی عکس ایجاد نشه و فقط توی نورها اون طیف رنگی تغییر بکنه. کالر بالانس ابزار خیلی خوبی هست و معمولا میشه گفت توی پست پروداکشن ها از این ابزار ما استفاده میکنیم برای اینکه اصلاح بکنیم میزان نور رنگ ها رو تو میتونز، شادو و هایلایت.